অ Moগt <lightweight> <s filtrate> به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جور و سهدمند باشید شاگردای عزیز به مضمون شیرین ریاضی بسیار بسیار خوش آمدید خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف نهم با همدیگه هم میخوانیم درست است؟ فصل چندم هستیم فصل پنجم افاده های الجبری درست است و درس سوم امروز ما و شما بخیر می اما هدفی که ما و شما امروز دنبال میکنیم کنیم چی است ضرب افاده های الجبری درست است اگر یادتون باشد درس گذشته ما و شما چیکار کردیم در درس های گذشته افاده الجبری رو تعریف کردیم چی است و گفتیم که به سه قسم ما می چی کنیم دسته بندی کنیم افاده الجبری میگیم چند حدها ها یا پولینوم ها درست است و بعد از اون چی ناطق و غیر ناطق باز خود ناطقه ها را چی گفتیم؟ خود خود پولینوم ها ببخشید خود پولینوم ها را گفتیم یا مونوم است یک حد است یا باینوم یا بینوم است دو حد است یا سه حد است ترینوم چهار حد پنج حد و تا لای میتونه باشه چند حد برش میگیم سه است، یا پولینوم و بعد از چی گفتیم؟ تجزیه را گفتیم گفتیم یک افاده الجبری رو ما و شما میتونیم تجزیه کنیم روش های تجزیه چی بود شاگرد عزیز یاد تا نست گفتیم یک یک تا افاده ها افاده الجبری رو ما میتونیم تجزیه کنیم روش اول ما شما چی بود مطابقت ها و دیگه چی و دیگه گفتیم فاکتورگیری درس گذشته ما شما فاکتورگیری بود درست است یا تجزیه کردن به روش فاکتورگیری یا مشترک گیری هم برش گفتم میشد درست است یاد تا دیگه نه و مطابقت ها رو ما شما د صنف 8 دو تاشه یک تا مطابقت مربع دو حده حد سیست که برات من یادآوری کردم فرموش نوشته کردم و دیدین دیگه سر تخته. و دیگه چی مطابقت مزدوج درست است است امروز ما و شما یک تا مطابقت دیگر هم میخوانیم به اسم مطابقت یک حده مشترک سیست اول ضرب فاده الجبریل من میگوم به چه شکل است و بعد از او ما چی میگیم میایم میگیم که مطابقت یک حده مشترک به چه شکل میباشد درست شاگرد عزیز خب قبلی که بریم سر تخته درس خود شروع کنیم شما قرار بود کارخانگی درس گذشته را به ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست است پس میریم سر تخته درس امروز و خیر شروع میکنیم درس امروز ما و شما چی است؟ ضرب افاده های الجبری و گفتیم که اول ضرب میگیم چی است و بعد از اون مطابقت یک مطابقت درس میخونیم امروز درست است مطابقت چی مطابقت یک حده مشترک پس من اول نوشته کنم ضرب افاده های الجبری خب شاگرد عزیز اگر ما و شما اگر باشد افاده الجبری ما گفتیم که به سه دسته کلی تقسیم میکنیم چی پولینوم ها یا چند حد ها ناطق غیر ناطقه گفتیم در صنفهای بعد میخوانیم درست است پس ناطق و غیر ناطق فعلا کار نداریم و فقط ما پولینوم ها چند حده ها را کار داریم خب چند حد ها گفتیم که یا منوم است یک حد است یا بینوم یا باینوم یا میگفتیم دو حده یا سه حده و چهار حده و به اون تالایتان های میتانه باش سیست آلی ما و شما یک حده در تعریف کردیم یا تا از درس های گذشته دیگه نه یک حده گفتیم از ضرب یک عدد حقیقی در یک یا چند متحول با توانهای مکمل گفتیم جور میشه درست است و بعد از اون یک حده های مشابه گفتیم گفتیم یک عده هایی که دقیقاً یا عیناً قسمت متحول آنها یا قسمت حروف آنها دقیقا مثل هم باشد به با او میگیم متحول چی میگیم یک حده های مشابه و وار میشه با هم اختصار کرد و اگر دو تا یک حده ما شما مشابه نباشد اختصار نمیشه وار کنار هم که بانه میشه دو حده سه تا میشه سه حده سه؟ خب اما ضرب افاده الجبری ما و شما گفتیم ضرب همین چند حده ها رو میگیم اول یک حده در یک حده رو ضرب میکنیم به عنوان مثال دو x ضرب در سه y. صحیح یک حد است یا هم دیگه حد است که یا مشابه نیستند صحیح است حال خو میتونیم ضرب کنیم اگر مشابه باشه فرق نمیکنه در ضرب مشکل نیست در اختصار کردن گفتیم باید مشابه باشد اگر دقت کن شاگرد عزیز اگر بین از این اعمال به جای ضرب علامه جمع باشد یا جمع نمیشه چرا چون این دو ایکس است این سه وای یا مشابه نیستن قسمت متحول شد عیناً شبیه هم نیست دقیقاً شبیه هم نیست صحیح پس یا جمع شده نمیتونه پس دو خلاص اما اگر بینش با ضرب باشد ما میتونیم ضرب بسازیم پس درس امروز ما و شما ضرب است دیگه ضرب یک حده بالا یک حده دقت کنید شاگرد عزیز قسمت اعداد در هم ضرب میشه و قسمت متحول در هم ضرب میشه خب ضرب کنید دو سه چند میشه شش x ضرب در خب یک نکته داریم ما وقتی x وای نوشته میکنیم وقتی بین x و y هیچ علامه نباشه علامه ضرب است بین عدد و متحول هیچ علامه نباشه علامه چی زرب است ضرب است 6 x وای میشه پس پس قسمت اعداد در هم ضرب میشه قسمت متحول در هم ضرب میشه مثال بعدی دقت کنید منفی 3 x مربع وای ضرب داره 7 مکعب صحیح حالی ضرب میکنه چه رقم میشه عداد در عداد متحول در متحول دقت کنید 3 7 21 منفی در مثبت منفی پس منفی 21 صحیح است خب x مربع y در y مکعب خب x مربع که خودش نوشته میکنیم x مربع اما y, y توان از چند است توان نداره توانش یک است در y مکعب با چه قاعده مساوی است یک تا از قاعده نوشته میکنیم طاقت ها یا توان ها با همدیگه چی میشه جمع میشه پس میشه y به توان یک جمع سه میشه 4 صحیح پس شد منفی 21 x مربع وای به توان 4 صحیح شد دیگه پس شاگرد عزیز یک حد بالا یک حد در خو یاد داریم اعداد در اعداد ضرب میشه متحول در متحول صحیح است خب اما اگر یک حد بالای چند حد داشته باشیم به با عنوان مثال 2x ما و شما بین دقت کن شاگرد عزیز بین متحول و قوس چه نباشه علامه ضرب است اینو ای خب میفهمید 2x ضرب در 3 وای جمع دو صحیح است ضرب میکنیم باید چه رقم ضرب شود شاگرد عزیز یعنی یک حد بالای حد اول و بالای حد دوم باید ضرب شود اینا در صف هشت خواندین دیگه من فقط یادآوری براتون میکنم صحیح خوب خب دو ایکس ضرب در سوای ضرب شود دو ضرب در سه شش ایک ایکس ضرب در وای میشه ایکس وای صحیح خب دو ایکس در دو دو زبدر در دو چار، علامه چی میشه علامه بین چی هست؟ مثبت است یا میتونی به شک بگی مثبت در مثبت میشه مثبت این علامه خود دو علامه نداره علامه مثبت است دیگه مثبت در مثبت مثبت دو دو چار خب یک تا ایکس ایک هم داره نوشتن میکنیم پس شد مص... اه... شش اکس وای مثبت چار x. صحیح پس این ما یک بالای چند حد بالای دو حده تا ضرب کنیم حالا اگر چند حد بالای چند باشد به عنوان مثال دقت کنید به عنوان مثال ما شما داشته باشیم x منفی سه وای ضرب در چار x مثبت دو وای خیلی ضرب بسازیم چی میشه شاگرد عزیز پس دقت کنید x بالای 4x باید ضرب شوه x بالای 2 Y ضرب شوه و منفی 3 وای بالای 4x و منفی 3 وای بالای مثبت 2 باید ضرب شود صحیح خب اول x در 4x چی میشه عدد که عدد x عدد چند است عدد نداره عددش یک است یک تا یک روی پشت هست دیگه نه پس یک 4 4 x ضرب در x میشه x مربع تواناش با هم چی میشه جمع میشه پس میشه 4x مربع صحیح خب یک x در مثبت 2 یک یک مثبت ضرب دو میشه یک دو دو مثبت در مثبت 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 دو است؟ x در y هم میشه x y است؟ خب دیگه چی منفی سه وای ضرب دقت کن چقدر از اینی علامت منفی از این سه است ها. پس منفی سه وای ضرب در اینی رو ضرب میکنیم سه چهار دو وازده منفی در مثبت منفی دو وازده خب متحولاشی میشه y در ضرب در x میشه y x یا x y میتونه نوشته فرق نمیکنه y x یا x y ضرب است دیگه x y در y یا وای ضرب در x 3 ضرب در 4 4 در جوابش یکی است فرق نمیکنه صحیح است پس وای اکس یا x فرق نمیکنه نوشته کنیم خب دیگه چی و آخر منفی سه وای ضرب در 2 منفی ضرب در مثبت منفی 3 دو 6 پس منفی 6 و وای ضرب در میشه وای مربع توان از یک است توان از دوم یک است قاعده مساوی است دیگه یک از, از قاعده نوشته میکنم توان ها با هم جمع میشه پس میشه منفی 6 y مربع خب شاگرد عزیز یه رو اختصار کنیم؟ بله کدامش اختصار میشه؟ دقت کنید مثبت دو x وای با منفی دو بازده وای یا ایکس وای فرق گفتیم فرق نمی x ایکس با y ایکس یکی سته ضرب است که بینش. بینش نه قسمت متحولش اینان شبیه هم است پس چی میکنیم؟ یک تا از قسمت های متحول نوشته میکنیم علامه ها و اعداد با توجه به علامشان شان چی میکنیم؟ جمع یا منفی میکنیم دوی مثبت با دوازه منفی چی میشه؟ هم علامه نیستم باید کم کنیم سیست؟ پس چی میشه؟ من در اینجا نوشته میکنم شاگرد عزیز من بالا با این خط میزنم میرسه این خط میزنم بالایش نوشته میکنم میشه منفی ده x وای سیست؟ پس شاگرد عزیز من این چند حده رو بالای چند حده ضرب کردم شد 4 ایکس مربع یا اختصار کردم شد منفی ده x وای منفی 6 وای مربع سیست؟ پس این شد شاگرد عزیز؟ این ز... چند حده بالای چند حده ده چ... یک حده بالای چند حده یک حده در یک حده ضرب افاده الجبری رو گفتیم بهتون صحیح است این دسته فاش ما شما خوانده بودیم یاد فقط یادآوری شد درست است خب شاگرد عزیز من تختر پاک میکنم و حالا چی میکنم عالی میخوایم که از همین ضرب افاده الجبری یک تا مطابقت جور میکنیم به اسم مطابقت یک حده مشترک است. پس من تختار پاک میکنم و اون نوشته میکنم که سوال امتحان از او به ما شما میایه از مطابقت یک حده مشترک درست است پس تختار ما پاک میکنم خب شاگرده عزیز گفتیم که مطابقت یک مطابقت رو معرفی کنیم امروز مطابقت یک حده مشترک از این ضرب چند حده بالای چند حده جور میشه پس من نوشته میکنم مطابقت یک حده مشترک مطابقت یک حده مشترک این مطابقت به چه شکل است؟ شاگرد عزیز قبلی که من درس شروع کنم مطابقت ها را من جلسه قبل براتون یادآوری کردم دیگه دو تا مطابقت در سن 8 ما و شما خوانده بودیم یک تا مطابقت چی بود مطابقت مربع دو حد ده و مطابقت مزدوج دیدیم که از برای چی برای تجزیه کردن استفاده میشد صحیح است از مطابقت یک حد مشترک هم برای تجزیه استفاده میشه تجزیه رو یادتون هست دیگه اگر ما و شما یک افاده الجبری رو به شکل ضرب دو یا چند افاده الجبری با درجه کمتر نوشته کنیم میشه تجزیه راه تجزیه یکیش فاکتور گیری است که درس گذشته ما شما, شما خواندیم یا مشترک گیری برش میگفتیم و یک تا مطابقت هاست که دو تا چهار سن فاش خواندیم یک تا رو امروز میخوانیم مطابقت یک حد مشترک او به ش... بی... مطابقت ما شما به چه شکل به این شکل است. دقت کنید اگر ما شما به شکل داشته باشیم x جمع دو ضرب در x منفی 3 به عنوان مثال بون ما این پوینتر نوشته کنیم که بشه بتون انجام بده پس ما بهش شکل ضرب میکنیم x جمع دو ضرب در x منفی 3 خب این ضرب بسازیم چی میشه شاگرد عزیز خب ضرب داریم دیگه نه؟ حد اول بالای حد اول حد اول بالای حد دوم حد دوم بالای حد اول و حد دوم بالای حد دوم باید ضرب بسازیم خب ضرب کنید x ضرب در x اعداد از چند است عدد ده نداره عددش است این x هم ده دا سرش یک داریم صحیح است یک ضرب در میشه یک پس یک شما میتونید نوشته نکنیم نوشته کردیم یک x ضرب در x میشه x مربع توانش با هم چی میشه جمع میشه پس میشه چی؟ x مربع یعنی یک میتون ما شما چون یک x مربع هم با x مربع مساوی است. خب x مربع یک ضرب در منفی 3 یک سه, سه مثبت در منفی منفی سه x دو زب در x مثبت در مثبت مثبت دو یکم دو x سیست و آخر حد دوم در حد دوم دو سه شش مثبت در منفی منفی شش خب حالی رو اختصار کنیم؟ بله کدام اختصار میشه؟ اینی اردو با همدیگه چی میشه اختصار میشه چون اردویشان مشابه است یک ادای مشابه قسمت متحولشان عینا شبیه هم است پس این اگه اختصار کنیم چی میشه ان ایکس مربع خودش منفی 6 با مثبت دو ایکس یک تا از قسمت های متحول ایکس نوشته و منفی 3 با مثبت دو هم علامه نیستند از هم کم میشه میشه یک علامه عدد بزرگتر میشه منفی یک ایکس منفی یک ایکس است و منفی شش هم در آخر نوشته می کنیم. پس جواب آخر نهایی ما شما به میشه پس ما و شما دقت کن شاگرد عزیز اگر ما x جمع دو در ایکس منفی سر ضرب بسازم در هم دیگر چی میشه میشه x مربع منفی یک منفی شش صحیح خب این را شاگرد عزیز این ای از چی ضرب چند حد بالای چند حد است ما میخوایم دیگه این ای ای حال چی ضرب انجام ندیم صحیح میخوایم جواب آخر دریافت کنیم چی رقم به ایشک میگیم اگر ما و شما دو تا قوس داشته باشیم که حد اول اردوش مشترک باشد x باشد مثلا a باشد b باشد فرق نمیکنه حد اولش اردوش باید مشترک باشد با اون خاطر نامش از یک حد مشترک یک حدش مشترک است مشترک است سیست؟ و حد دوم دو تا اعداد است عدد است دیگه متعول نداره حد دوم ما و شما عدد است هر عدد میتونه باشه فرق نمیکنه پس این به ای شک میشه اگر ما و شما اینی داشته باشیم میشه حد مشترک ما و شما مربع صحیح پس فرمولش به شکل است پس مطابق یک حد مشترک به این شکل است. حد مشترک مربع چه عدد مشترک ما شما اون رو مربع میسازیم باز اینی حد های دوم که دو تا اعداد است یا رو با هم جمع میکنیم دقت کن منفی سه با مثبت دو هم علامه نیست باید کم شه وقتی میگم جمع کو ولی تو با علامش سعی کنی سعی است هم علامه نیست بس از هم دیگه کم میشه میشه منفی یک علامه عدد بزرگتر پس حد جمع از این دو عدد میشه منفی یک در حد مشترک صحیح و در آخر چی میشه ضرب دو عدد میشه دو سه شش مثبت در منفی هم منفی شش پس دیگه یار کار نداره من جواب آخر میکشیم پس فرمولش به شک شد شاگردای عزیز اگر به شک باشد فرمول شما شما نوشته میکنیم دقت کن x جمع a a به نام یک عدد است صحیح است ضرب در x جمع b b ما شما یک عدد است خب گفتیم حد مشترک مربع فرمولش به شکل حد مشترک مربع یعنی دو تا عدد اول و آخر این ببخشید دو تا عدد حدای دوم ای و بی دو تا عدد به ما شما بتم. من فرمول نوشتم میکنم به خاطر ایوبی نوشته کردم ولی در سوال به ما شما عدد دادم میشه دو سه پنج سه اوکی فهمیدید چرا خم شد نه پس ما چی میکنم یار جمع میسازم پس ای جمع بی ای جمع بی در حد مشترک دقت کن در حد مشترک مربعش نه فقط حد مشترک اول حد مشترک مربع اول جمع دو عدد در حد مشترک و در آخرم ضرب دو عدد جمع ای بی اینو فرمولش هست. این فرمول مطابقت یک حده مشترک است سیست خب شاگرد عزیز از این بر به بر دقت کنید این رو به ما شما اگر بتا ما شما این رو دریافت کنیم خب این بسیار آسان است چند مثال کار کنیم به عنوان مثال x منفی 5 ضرب در x جمع 3 مطابقت یک حد مشترک است از کجا میفهمید بله چرا چون یک حدش مشترک است متحول است و دو تا حد دیگه چی هست؟ عدد است گفتیم دیگه فقط حد اول مشترک است حد دوم دو تا عدد است فرق نمیکنه خب حالا چی میشه این قوس هست دیگه شاگرد عزیز این قوس ما شما خب گفتیم حد اول... حد مشترک مربع یعنی x ما شما مربع جمع دو عدد منفی 5 با مثبت 3 الان جمع چی میشه عملا اصلا میگیم نه خیر اصلا کم میشه پس میشه اصلا کم که دو الان عدد بزرگتر منفی پس منفی دو در حد مشترک ما و شما x است در در یک حد مشترک صحیح و در آخرم ضرب دو تا عدد 5 3 15 منفی در مثبت منفی پس منفی 15 سیست پس دیگه نیاز نیست ایرم ایرم شاگردای عزیز اگه شما مثل سوال اول ما بیایم چند حد بالا چند حد ضرب بسازیم در آخر اختصار کنیم به می رسیم پس دیگه علامه کار ضرب ما شما انجام نمیدیم از همین مطابقت استفاده میکنیم سیست پس x منفی 5 ضرب در x مثبت سه چی میشه x مربع منفی x منفی 15 شاگرد عزیز. یک تا مثال دیگه کار کنیم x مثبت 1 در x منفی 6 خب مطابق یک حد مشترک است بله چرا چون یک حد مشترک دارد دو تا حد دیگه چی است اعداد هستند خب ضرب کنه چی میشه گفتیم حد مشترک مربع یعنی ایکس ما و شما مربع جمع دو عدد هم علامه هستند نه خیر پس باید کم شود 6 و 1 کم شود 5 میشه علامه عدد بزرگتر میشه منفی 5 ایکس و در آخر ضرب بزنید 1 6 6 مثبت در منفی منفی 6 صحیح است پس فهمیدید چه رقم شد دیگه نه پس شاگردای عزیز دقت کنید اگر این فرمول مطابقت ما و شماست از این بر دو بر, بما بما و شما بر ما و شما این بر ما شما را آسان بتون دریافت کنیم اما مهمتر این قسمت شست که به ما شما یعنی ای انیر می تغییر از ما و شما میخواد بنا مثال ایکس مربع منفی 5 ایکس منفی 6 میته مگر تجزیه کو تو چه رقم تجزیه میکنی باید رقم نوشته کنی خب ما تختر پاک میکنیم چند مثال از این کار میکنیم که بسیار مثال های مهمی است درست است پس ما تختر پاک میکنم چند مثال امتحانی کار میکنیم خب شاگرد عزیز دقت کن سوال های امتحان به این شکل است سوال یا مثال گفتم جواب ما و شما مت سوال از ما و شما میخواه به عنوان مثال گفته که x مربع منفی به عنوان مثال چند باشد یا مثبت افت x مثبت ده دقت کنید شاگرد عزیز این جواب است یعنی به ما و شما داده این جواب گفته سوالشی چی بود دو تا قوس چی بوده که ضرب شده یا مطابقت یک حد مشترک ما گرفتیم جوابش شید شده خب یعنی برعکس با ما و شما داده صحیح است خب یک ایکس به جمع اف مثبت ده این ما و شما چرا هم باید کار کنیم میایم یعنی عدد آخر زیرش دو تا خط میکشیم بگیم باید ما و شما دو تا عدد دریافت کنیم ضرب شود ده یعنی ضرب شود صحیح است و جمع و دو عدد یعنی عدد واسه ضرب ایکس شود هفت مثبت شود چند چند ده میشه چند چند ده میشه شاگرد بگین دو پنج آفرین دو پنج دو پنج ده مثبت در مثبت مثبت میشه و دو مثبت با پنج مثبت علامه هم علامه با هم جمع میکنیم چند نشه افت مثبت میشه پس پیدا کردیم پس به این میشه شاگرد عزیز دو قوس میکشیم حد مشترک ما و شما ایکس است دقت کنید حد مشترک همینجا که تحت مربع چه باشه اما حد مشترک میشه پس ایکس است و آلی چی میشه یعنی علامه نداره مثبت است مثبت است پس میشه مثبت دو و مثبت پنج پس دقت مشاورد عزیز ما اعمال این را میدادیم و این را شما میخواستیم نه دقت کنید حد مشترک مربع جمع دو عدد پنج و دو اردوش مثبت است با هم دیگه جمع میشه میشه افت در حد مشترک افت و در آخرم هم ضربش دو پنج ده میشه صحیح مثبت در مثبت مثبت پس اینی سوال با ما و شما داده میشه کارخانگی عزیز این به ما و شما میته اینی دو قوس از ما و شما یا صلاح میگه این یعنی افاده الجبری چی تجزیه کنید ما و شما میفهمیم از یک حد مشترک است از کجا میفهمیم شاگرد عزیز دقت کنید ما افاده یک حد مشترک یا مطابقت یک حد مشترک دقت کنید سه تا حد دارد به ما شما یک تاش مربع است یک تاش ایکس است یک عدد دارد و دیگه عدد تناست صحیح است مثلا ده ده ایکس نیست و ده ای خلا ده تنا پس ایکس مربع یک تا ایکس و یک تا عدد یک سه حد است که ایکس مربع ایکس و یک عدد است درست است یک تا مثال دیگه x مربع منفی x منفی سی خب شاگرد عزیز این مطابقت یک حد مشترک است بله از کجا فهمیدیم x مربع است سه حد است که یک تاش x مربع است x است و یک تا عدد خب دو قوسش میکنیم باید ما و شما این عدد آخر گفتیم دو خط میکشیم دو عدد پیدا کنیم ضرب شو و سی چند چند سی میشه دو پانزه سی میشه شش پنج سی میشه سه ده سی میشه یک سی سی میشه سیست ولی یار باید کلش امتحان کنیم ببینیم کدامش صحیح در می صحیح جور میشه صحیح است پس ما اگ دو بونیم دو 15 چند نشه دو 15 یک تا علامتش منفی است پس یک تا زیر باید منفی با. بونم سن ما دو منفی می بونم دو 15 منفی در مثبت منفی تا اینجا صحیح است اما عدد وسط موشم از ضربیکس عدد نداره اعداد چند است عددش یک است صفر منفی یک است پس جمع یادتو باید منفی یک شود 15 مثبت به دو منفی چند نشه جوابش میشه 13 مثبت یک منفی است پس این اعداد غلط است پس اعداد تبدیل میکنیم چند میگیریم؟ شش و 5. آفرین شش و پنج شش پنج سی یک تاش منفی کدام با نام مثال پنج منفی بانیم چی میشه؟ شش پنج, شش پنج ما و شما سی مثبت در منفی منفی تا اینجا سیست شش مثبت و پنج منفی هم علامه نیست از هم کم میشه میشه یک مثبت اما در اینجا چی داریم؟ یک منفی پس علامه از شش از پنج باید چی باشد؟ مثبت باشد پس 6 5 سی منفی در مثبت منفی تا اینجا خو صحیح است منفی شش با مثبت 5 هم علامه نیستند از هم کم میشه 6 5 کم کو یک علامه عدد بزرگتر منفی پس منفی یک پس صحیح شد پس عدد ما تو دریافت کنیم منفی شش مثبت 5 پس ایکس منفی 6 در ایکس مثبت 5 صحیح پس دقت کن شگرد عزیز به این میگه مطابقت یک حد مشترک با ما شما این سه حد میده میگه شما تجزیه کنید با چی تجزیه میکنید با مطابقت یک حد ده مشترک اگر او برادر دای دا بر سوال خود آسان است یک حد مشترک مربع جمع دو عدد در حد مشترک و ضرب داده در آخر اما سوال امتحان ما و شما سوال کارخانه از این بر بیبر است پس اگر ما و شما میده این را دریافت باید بکنیم است. پس ما و شما دقت کنید شاگرد عزیز همین عدد آخره زیرش دو تا خط میکشیم و باید دو تا عدد پیدا کنیم ضربش همین عدد آخر شوه و جمع دو عدد عدد, عدد وسط ضریب ایکس شوه است. پس حد مشترک ما و شما میکس میشه همین تحت ایکس مرا برچه باشد تحت مرا برچه باشد اما حد مشترک ما و شما دو عدد دا داخل قوس نوشته میکنیم صحیح شد خب شاگرد عزیز پس درس امروز ما شما خلاق شد امی بود ضرب فادای الجبری رو گفتیم و یک مطابقت هم معرفی کرده مطابقت یک حد مشترک درست است خب شاگرده عزیز و گرامی پس ضرب فادای الجبری رو گفتیم من این تیک مارک میکنم و یک مطابقت معرفی کردیم مطابقت یک حده مشترک سوال هم کار کردیم درست است اما کارخانگی تمرین های صفحه 134 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبر شما 20964 780 255 40 13 درست است شاگرد عزیز و پایان درس سوم از فصل پنجم شاگرد عزیز مانده نباشین بخیر باشین خداحافظ